لاله‌زار بسته شده بود. دم یه پارچه فروشی قیامت بود. به زور از لابلای جمعیت خودم رو کشوندم جلو و نگاه کردم. خانم دلکش رفته بود پارچه بخره. بنده خدا توی مغازه گیر افتاده بود و از لابلای جمعیتی که برای دیدنش جمع شده بودن نمیتونست حتی از مغازه بیرون بیاد. محبوبیتی که سه نسل ادامه داشت و نه فقط مرهون شخصیت هنری دلکش بود، بلکه به خاطر افتادگی و وقار و پرهیزش از آلودن دامن هنر به سیاست، اونو چند دهه پیاپی مورد ستایش همه طیف‌های مردم ایران کرده بود. روحش شاد و یادش گرامی. اسمت باقرپور با نام هنری دلکش متولد سال 1303 بود. خواننده ممتاز موسیقی کلاسیک ایرانی که آوازش مرز سه نسل رو در نوردید. او از معدود خوانندگان زن صاحب سبک بود که صدا و شیوه خوندنش بیش از چهار دهه معیار و سنجه عمومی ارزیابی بقیه خواننده ها به شمار میاد. تا زمانی که میخوند کسی جرأت رقابت با او رو نکرد. حتی سالها بعد از مرگ دلکش هم بدون کمترین اغراقی بخش مهمی از آثارش نمونه های بی نقص آواز ایرانی محسوب میشن. جدا از صدای پرقدرت دلکش، توانایی تکنیکی خاص و منحصر به فرد خودش، ذوقش برای اجرای آوازها و قطعات موسیقی مختلف و گوناگون باعث شده بود یک شخصیت هنری منحصر به فرد داشته باشه. دلکش در کنار هنر فوق‌العاده‌اش شخصیت باوقار و افتاده‌ای داشت و هیچ وقت قاطی سیاست نشد و باعث شد که چند دهه مورد ستایش طیف‌های وسیع باشه و یک خواننده ملی بشه. برخلاف بسیاری از همدوره‌هاش، نه قبل و نه بعد از انقلاب زبان آوازش رو به متن نگشود و هنرش رو به پای هیچ انسانی نریخت. قبل از انقلاب 57 ایران زندگی پرجنب و جوش و مرفهی داشت، اما بعد از انقلاب به طرز غمناکی به انزوا کشیده شد. سه سال قبل از مرگش چند کنسرت در اروپا و آمریکا برپا کرد و توی هر کنسرتی به دوستدارانش اینطور میگفت: امشب شب خاطراته، شبی که با آهنگ‌های قدیمی من تجدید خاطره می‌کنید. من با شماها جوان بودم، با شماها پیر شدم و افتخار می‌کنم که الان در جمع شما هستم. عصمت باقرپور پنبه فروش در هفتم اسفند ماه 1303 در بابل در یک خانواده پر اولاد چشم جهان گشود. مادرش توانایی رسیدگی به همه فرزندان را نداشت. عصمت نوجوان رو در 12 سالگی پیش خواهر بزرگش به تهران فرستاد. عصمت در دبستان اردیبهشت واقع در خیابان ناصر خسرو تحصیلات ابتدایی رو گذروند و از اولین دانش آموزان دختری بود که در سن 16 سالگی به پیشاهنگی پیوست. در این دوران بود که زهرالدینی معلم موسیقی مدرسه هنگام آموزش سرودهای رایج اون دوران به شاگردان از قدرت و تنین صدای عصمت 16 ساله شگفت زده شد. آقای زهرالدینی این دختر جوان رو به هنرستان موسیقی ملی اون دوران برد و از استادان هنرستان خواست تا صدای عصمت رو بشنوند. روح الله خالقی بعد از چند بار آزمایش به قابلیت‌های صدای او پی برد و به این ترتیب دلکش از 1319 خورشیدی در مدرسه موسیقی به تحصیل آواز پرداخت. از بخت بلند عصمت جوان آموزشش به دست عبدالعلی وزیری سپرده شد. عبدالعلی وزیری پسر عموی کلونل علی نقی وزیری بانی اولین مدرسه موسیقی ایران بود و از نزدیکترین دست پرورده های او بود. عصمت تخلص هنری خودش رو هم مدیون استادش عبدالعلی خان. دلکش توی دوران 4 ساله تحصیلش از محضر استادای دیگه اون دوران هم بهره گرفت. علی اکبر خان شهنازی و ابوالحسن سبا از اساتید برجسته عصمت دلکش بودند. سبا ضمن آموزش ریتم و جمله بندی های آوازی به دلکش باعث آشنایی او با یکی از برجسته ترین و با استعدادترین شاگردان خود به نام مهدی خالقی شد. این آشنایی در نخستین دوران زندگی هنری دلکش هم باعث رشد دلکش و هم مهدی خالدی شد. استخدام دلکش در رادیو تهران در اوایل سال 24 خورشیدی آغاز شد و تازه 5 سالی از بنیاد رادیو میگذشت. در حدی که حتی عصمت جوان اسم رادیو رو نشنیده بود
و بعد از دعوتش به رادیو پرسید رادیو چیه؟ اما با این حال دعوت استادش رو قبول کرد و به رادیو رفت و 7 سال در رادیو کار کرد. این دوران 7 ساله که راه رو برای ورود دلکش و خالدی به برترین های موسیقی ایران باز کرد، از درخشان ترین و پربارترین دوره های موسیقی معاصر ایرانه. در اون سالها موسیقی سنتی بر اثر تکرار و تقلید جاذبه خودش رو از دست داده بود و نیاز زیادی به نوآوری داشت. آهنگ های نو، صدای تازه می طلبید تا از این رکود بیرون بیاد. نیاز به صدای گرم و رسای زنانه خیلی زیاد بود. قمران ملوک وزیری کم کم از توان خواندن افتاده بود و ملوک زرابی هم دیگه اون جاذبه قبلی رو نداشت. در این فضا صدای نو و جدید و جوان دلکش جای خودش رو باز کرد و همکاریش با مهدی خالدی، آهنگساز نوآور و شاگرد ابوالحسن صبا، یک برگ برنده برای دلکش بود. همکاری این دو که 7 سال به طول انجامید باعث شد که تصنیف جای خودش رو در موسیقی ایرانی باز بکنه و در رادیو به صورت گسترده و برجسته تری تصنیف ها شنیده بشن. دلکش در سال 31 از خالدی جدا شد. با این همه صداش اینقدر پروپیمون و جذاب بود که تونست دوباره در پیوند با آهنگسازهای جدید جلوه پیدا بکنه. بعدها با جواد لشکری، بزرگ لشکری، حبیب الله بدیعی و علی تجویدی همکاری کرد. همکاریاش با تجویدی بسیار پربار بود و ترانه های زیادی ازش به یادگار مونده. این دختر روستایی اینقدر با استعداد بود که خودش هم آهنگسازی میکرد و با نام مستعار نیلوفر و ساز شکسته آهنگ هایی رو که خودش ساخته خونده. خیلی از خواننده های قدیم و جدید اهم از زن و مرد شهرتشون رو مدیون بازخوانی ترانه های جادوی دلکشن. از میان اونها میتونیم به علیرضا افتخاری و محمد اصفهانی اشاره بکنیم. دلکش دوبار ازدواج کرد. اول با شاپور یاسمی و بار دوم با داریوش فزونمایه. از ازدواج دومش پسری داشت به نام سهیل. هنگام مرگ 80 ساله بود و با پسرش زندگی میکرد. پسری که او رو خیلی دوست میداشت. ازدواجش با شاپور یاسمی، فرزند رشید یاسمی، ادیب مشهور و برادر سیامک یاسمی که کارگردان و فیلمساز دهه های 30 و 40 بود، باعث شد دلکش به سینما هم کشیده بشه. در مجموع در 10 فیلم ظاهر شد، فیلم هایی که چندان قوی نبودند، اما هنر آواز دلکش در اونها بسیار تاثیرگذار بود. داستان فیلم های اولیه دلکش از جمله شرمسار، خیلی نزدیک به اسطوره‌ای بود که مردم از این خواننده داشتند. دلکش توی این فیلم دختری روستایی بود که فریب می‌خورد و به شهر می‌اومد و خواننده کاباره‌های تهران می‌شد. گرچه خوانندگی توی این فیلم‌ها چندان محبوب نبود و نوعی فریب خوردگی دختر را نشون می‌داد، اما نوعی تحرک طبقاتی و کسب شهرت و اعتبار هم به حساب می‌اومد. از نظر مردم دلکش دختری روستایی، سنتی و تهی‌دست بود که توسط آهنگسازان بزرگ کشف شده بود و پله‌های ترقی رو در نوردیده بود. با این همه هنوز هم خاکی و مردم دار بود و به موقعیت خودش مغرور نشده بود. محبوبیتش طوری بود که بین مردم درباره دست و دلبازی‌های افسانه‌ای او حرف‌های زیادی زده می‌شد. دلکش توی بیشتر فیلم‌هاش خواننده‌ای بود که چندان با خواست‌های اخلاقی جامعه هماهنگ نبود، اما شخصیت خودش رو حفظ می‌کرد و با فداکاری و از خودگذشتگی خودش رو با موازین سنتگراها منطبق میکرد. چندان استعدادی در بازیگری نداشت و خودش هم میدونست و به خاطر همین هم برای رفتن جلوی دوربین مردد بود. اما دکتر اسماعیل کوشان تردیدهاش رو برطرف کرد و بهش شهامت بازیگری داد. البته مردم هم چندان از او توقع بازیگری نداشتند و بیشتر برای شنیدن صدای او به سینما میرفتند. دلکش هنرمند بی‌نظیری بود که تکرار نشد. استاد حسین قوامی سالها پیش درباره او گفته هرگز نشنیدم که صدای دلکش در همراهی با ارکستر کمترین فالشی داشته باشه. وقتی از خود بانو دلکش سوال کردند که چطور شما آواز رو اینقدر بدون خطا اجرا میکنید، گفته بود ما چون سواد نداریم سعی میکنیم کمتر اشتباه کنیم. روحش شاد و یادش گرامی باد. توی ویدیوهای بعدی حتما به جزئیات بیشتری از زندگی بانو دلکش میپردازیم. پس ویدیوهامونو از دست ندید و
و حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون باخبر بشید.